سلام، عنوان پیغام هست مچ نگیر بلکه دست بگیر. در واقع این پیغامی است که من خودم از همه بیشتر باید بهش توجه بکنم. میدونید برای که من سالها دانشگاه درس میدادم و اوائل فکر میکردم که باید غلطها رو بگیرم و طبق اون نمره بدم و تصحیح بکنم، در حالی که بعدن به این نتیجه رسیدم که بهتره تصحیح رو با تشویق انجام بدی، حتی در اون حد که به دانشجوام میگفتم ورقه های همدیگر رو تصحیح کنن. البته یه مقدارش هم به خاطر تنبلی خودم بود که نمیخواستم یکی یکی همه رو تیک کنم، یه دونه صحیح شده شو میساشم نمونه رو، میگفتم که به این ترتیب تصحیح بکنید و خودتون نمره بدید. بهشون میگفتم حتی اگر شده تصحیح رو روی ورقه انجام بدید اشکال نداره، نمره رو دارید، نمره رو میگیرید. حالا موضوع مچ گرفتن یه مقدار از مسئله دانشگاه و تجربه خودمونه که رفتیم مدرسه غلطامون رو میگرفتن و طبق اون نمره میدادن. متاده میگه منم چون گوسفندان میان گرگ ها میفرستم شما رو، ولی شما باید مثل مار هوشیار و مثل کبوتر بیازار باشید. بله، به خاطر من، به خاطر عیسی، شما را برای محاکمه نزد والیان و پادشاهان خواهند بود، اما از این فرصتی که به دست میارید درباره من به فرمان روایان و غیر یهودیان شهادت بدین، از این فرصت استفاده کنید برای اینکه راه صحیح رو نشان بدید. وقتی شما را بازداشت میکنن نگران نباشید که چگونه پاسخ دهید یا چه بگویید، زیرا کلمات مناسب به موقع به شما عطا خواهد شد، زیرا این شما نیستید که سخن خواهید گفت، بلکه روح خداست، روح پدر از طریق شما سخن خواهد گفت. متاسفانه برادر خود را و پدر فرزندش را تسلیم مرگ می کند. فرزندان بر ضد والدین خود برخاسته و باعث قتل آنها خواهد شد. همه مردم به خاطر من از شما بد متنفر میشه. اما هر که تا به آخر زحمات رو تحمل کنه نجات خواهد یافت.
هرگاه شماها را در شهری آزار رسانند به شهر دیگری برید. به راستی به شما میگویم، عیسی میگه، که پیش از آن که بتوانید همه شهرهای اسرائیل و دوروبر را بشارت بدید، من میام. پسر انسان خواهد آمد. شاگرد از استاد خود و غلام از اربابش بالاتر نیست. کافی شاگرد مانند استاد خود شود و غلام مثل اربابش. من خودم، عیسی مسیح میگه، سرپرست این خانواده هستم، ولی به من میگن تو رئیس ارواح پلید هستی، رئیس شیاطین. و این عنوان رو برای من و خانوادم و کسانی که از من شهادت میدن استفاده میکنن. مردم شما را تهدید میکنن، ولی زمان آن خواهد رسید که هرچه پنهان است آشکار شود و همه کان از آنچه مخفی است آگاه گردند. سخنانی که در خفا به شما میگویم آنها را در روشنایی، در روز، روز روشن بیان کنید. هرچه را در گوش شما میگویم بر پشت بام ها اعلام کنید تا همه بشنوند. بله، نترسید از کسانی که فقط جسمتان را میتوانند بکشند، اما نمیتوانند به روحتان آسیبی برسانند. فقط از خدا بترسید. او تنها کسی که قادر است هم جسم هم روح شما را به جهنم بکشد، هلاک کند. قیمت دو کنجیش مگه چقدر؟ یه پول سیاه بیارزشن، اما حتی یک کنجیش بدون آگاهی پدر بر زمین نمیفته. حتی یک کنجیش با ارزش. حتی موهای سر شما به اندازه همشون شمرده شده و یکیش بدون حساب نمی‌ریزه. پس نگران نباشید، ارزش شما بیش از هزاران گنجشک. توی متی 18 میگه که اگر برادری به تو بدی کند، برو و خصوصی با او گفتگو کن و او را متوجه خطایش بساز. آبروش رو نبر. اگر سخن تو را گوش کرد و به تخذیرش اعتراف کرد، برادرت را باز یافتی. موقعی که عیسی اینو میگفت، پتروس آمد گفت سرور من، برادری را که به من بدی میکند چند مرتبه باید ببخشم؟ 7 بار خوبه؟ عیسی جواب داد نه،
70 مرتبه 70 بار. موضوع خیلی ساده است، بخشش از جانب خدا میاد. اگر تو بخشیده شده ای باید بتونی ببخشی. همین آیه هایی که خوندیم راجع به متهم کردن و شهادت دادن صحبت میکنه، راجع به کارهای پنهانی که آشکار میشه صحبت میکنه، راجع به گوسفندی که میون گرگهای درنده میره، میگه اونطور میفرستم، اما شما هوشیار باشید و بی آزار باشید. من ارباب هستم، شما مثل بچه ها، مثل غلام ها میبونید. غلام از اربابش که بالاتر نیست. خود من هم قربانی میشم، ولی عیسی مسیح بدون ترس وارد این جنگ میشه و بعد از 3 روز از مرگ بر بلند میشه. بنابراین میگه که در مقابل استاد، در مقابل من مثل شاگرد باشید، در مقابل روشنایی تاریکی ایش قدرتی نداره. اگر چیزی رو یواشکی من بهتون گفتم، شما برید به پشت بام ها اعلام کنید. به خاطر من درسته شکنجه و محاکمه می شوید، به خاطر من برادر از برادر خود متنفر می شه، به خاطر من فرزند از پدر و پدر از فرزند آزار می بینه، ناراحت میشه، ولی از آزار جسم نترسید. روح و روحیه شما قوی باید باشه. حتی یک موی سر شما از سرش ارزش داره. ببخشید تا بخشیده شوید و بخشش حتی براش قائل نمیشه. میگه که حتی 70 مرتبه زب در 7 بارها پشت سر هم میباید هم دیگر رو ببخشید. پیغام این است که اینقدر دنبال اشتباه نگر. هیچ کس نیست که اشتباه نکنه. همه خطا میکنن و همه احتیاج دارن خطاشون تصحیح بشه. خطا رو همونطور که عیسی مسیح برای ما تصحیح کرد، یعنی با فدا کردن خودش، با دادن جان خودش به خاطر ما، با محبت این کار را انجام داد و همون باعث ما این میشه که ما یک الگوی صحیح داشته باشیم برای اینکه رفتارمون نسبت به دیگران چطوری باش. باید با اون الگوی مسیح، یک مسیحی رفتار کنه. در غیر این صورت مسیح دریافت نکردید.
اگر مسیح من را دریافت کردید، مسیح هستید. میتونید به خاطر این روح القدس دریافت روح القدس قدرت داشته باشید، با همه جفاها، با همه ناراحتیها، به جای مشگیری دستگیری کنید. میتونید، چون که روح من در شما این کار رو میکنه. بنابراین اگر متهم کردن شما رو، اگر شما رو به دادگاه بردن، اگر شما پشت سر شما بد گفتن، اگر آزار رسوندن، نترسید. همونطور مثل مار هوشیار و مثل کبوتر بی آزار باشید. نمونه عیسی مسیح برای ما همینه. عیسی مسیح هر چی به ما گفته به دیگران با قدرت و بدون شک و بدون چی میگن خجالت بیان میکنه. میاییم بشارت میده. در پشت بام ها اعلام میکنه. از محاکمه ها نمیترسیم. از تنفر برادران و پدران نمی ترسیم. از آزارها نمی ترسیم. روح قوی عیسی مسیح در ما کار می کنه. به خاطر همین ما ارزش داریم و از خود عیسی مسیح که استاد ما هست، ارزش ما که بیشتر نیست. او میگه که 70 مرتبه 7 بار ببخش، ادامه بده، تصدیح کن، با محبت رفتار کن. این نمونه یک مسیحی هست که مسیح منو دریافت کرده. این نمونه ای هست که من به شما، عیسی میشه، من به شما میدم. از این نمونه استفاده کن. امیدوارم که شما هم همونطور که من خودم باید این پیغام رو برای خودم تکرار کنم، به جایی که مچ دیگران رو بگیرید، به جایی که خطای دیگران رو بگیرید، آبروی اونها رو در عام ملع عام بریزید، اونها رو در خفا ببخشید، محبت کنید، تشویق کنید. بدونید که این روش، روش پیروز شدن بر شیطان هست، بر همه نیروهای پلید هست. یعنی به جای پلیدی رو با پلیدی، پلیدی رو با خوبی، با محبت جبران کنید. عیسی روح القدس راهنمای شما باشه. مرسی.